درود و وقتتان بخیر و این مجموعه خبری خوش آمدید. من بیژن آریان هستم. حوالی ساعت 4 پس از چاشت یک حمله انتحاری در دشت برچی کابل صورت گرفته است. حشمت استانگزی سخنگوی فرماندهی پلیس کابل میگوید که حادثه در ناحیه 18 و در یک مرکز آموزشی به نام موعود صورت گرفته است. شاهدان رویداد میگویند حدود 30 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. طالبان مسلح در حمله بالای دو پاسگاه قریه علاءالدین ولسوالی بغلان مرکزی 45 سرباز امنیتی را به قتل رساندند. با آنکه مقام‌های محلی بغلان در این مورد ابراز نظر نمی‌کنند، اما اعضای شورای ولایتی بغلان می‌گویند که تمام تجهیزات نظامی، وسایل زرهی و پاسگاه‌های امنیتی به دست طالبان سقوط کرده است. ذاکر نوری با بیشتر از این. رئیس شورای ولایتی بغلان میگوید طالبان در حمله بالای دو پاسگاه پلیس محلی و ارتش ملی در قریه علاءالدین ولسوالی بغلان مرکزی 36 سرباز ارتش و 9 سرباز پلیس محلی را به قتل رساندند و تمامی تجهیزات نظامی و وسایل زرهی و پاسگاه های آنان به دست طالبان مسلح سقوط کرده است. قبل تقریبا بیشتر از 24 نفر شهید و زخمی از نیروهای امنیتی ما داشتیم و امروز بیشتر از 40 نفر ما کشته و زخمی داریم و اسیر داریم و وقتی که تجهیزات مهمات اختیار از ما قرار میگیره، در میان شما و در میان بادارانتان که با آنها پیمانهای استراتژیک به اصطلاح شما بستین، اگر در میان شما و آنها معاملات پشت پرده با مخالفین وجود دارد، باید ملت افغانستان در جریان قضایا واقع شوند. در این نشست مطبوعاتی نماینده های مردم بغلان از وخامت اوضاع امنیتی در بغلان نگرانی کرده و تاکید دارند که اگر حکومت کاری نکند، فاجعه بدتر از غزنی در این ولایت تکرار خواهد شد. درچه هغه عسكر په شهادت رسیدلی و او هغه تلفون کې زوی ورته وایي چې پلار ډوډۍ نسته، دکاندار قرض راکړي، دیو ته به څوک قرض ورکړي؟ همدا چې شهیدان سوي دي او دا ظالمان چې دلته په دې اتاقو کې ناست دي، د درواغو راپور ورکوي رئیس جمهور ته. وضعیت فعلی بغلان بدر جان، اگر تدابیر امنیتی زی از طرف مقامات زی صلاح به اصطلاح گرفته نشود، ما شاهد بدتر از غزنی خواهد بودیم. در همین حال طالبان مسلح گفتند که در این حمله 70 سرباز امنیتی روستای علاءالدین کشته شده و پاسگاه های آنان را نیز تصرف کردند، اما مسئولان محلی بغلان تا هنوز در این مورد چیزی نگفته است. مسئولان محلی زابل میگویند که بسیاری مناطق این ولایت زیر تهدید جدی مخالفان مسلح قرار دارد. به گفته وی در 3 شب گذشته طالبان مسلح در ولسوالی‌های مختلف این ولایت بر نیروهای امنیتی حمله کرده و همچنان تلاش کردند تا بزرگراه کابل قندهار را مسدود کنند. عابران از این مسیر میگویند که چند روز است در این منطقه گیر ماندند و حکومت باید مشکل این مسیر را حل کند. مسئولان محلی در ولایت زابل از تهدید جدی طالبان بر بخش‌های این ولایت ابراز نگرانی می‌کنند. سخنگوی والی زابل می‌گوید که طالبان مسلح هر شب به بخش‌های از این ولایت حمله می‌کنند و تلاش دارند تا بزرگراه کابل قندهار را در این ولایت ببندند. با گفته وی نیروهای امنیتی در برابر این حملات استادگی کرده و حملات را عقب زده اند. دا یو د کلات تنیزی خو د شارصفا ساحه د سختی منطقه دا بل د شارصفا ولسوالی نه خو د کندهار ولاره د منګ ورسته منطقه چې عزیز پم پر امو د سیمه کې د غلطه دی پلچکونو لاندې مینونه یې خېدی. وای تاکید میکند که طالبان مسلح روز سه شنبه تصمیم داشتند تا راه را در ولسوالی شهر صفا مسدود کنند، اما نیروهای امنیتی این برنامه مخالفان را برهم زد. در همین حال عابرین از بزرگراه کابل قندهار میگویند 5 روز می شود که در این مسیر گیر مانده اند و حکومت باید راه را باز کند. دا یو څوم څلور شپې کې د ایران را مرسوي اوس په کندهار کې یو کندهار نه راغلو، دلته اوس لارې بندې دي. موږ تقریبا 2-3 سوه نفره خالي ردي مرزي درلودله، اوس موږ آریان پاتې یو چې څه وکړو. از ایران آمدیم د کندهار، کندهار آمدیم دیگه هوټل کلی مسافر الان هست دیگه، د
راوا بند است، دیدارا را اعلان نمی کنند، میگن که میاییم از دولت برای چیز بود. از رای چبغلت آمدیم، پوسا نمی ماند دیگه. آنان می افزایند که در جریان 5 روز با کمبود مواد غذایی و برخی مشکلات دیگر مواجه شده اند. طالبان یک پاسگاه نیروهای امنیتی را در شاهراه شبرغان بلخ به آتش کشیدند. مقام‌های محلی جوزجان می‌گویند در نتیجه درگیری میان نیروهای امنیتی و طالبان در این مسیر 3 جنگجوی طالب کشته شده و 2 طالب دیگر زخمی شدند. به گفته مسئولان 2 نیروی خیزش مردمی نیز در این درگیری جان باخته و 2 تن آنان زخم برداشتند. پس از تسلیم شدن گروه داعش به نیروهای امنیتی در درزاب جوزجان، طالبان اولین حمله را بالای پاسگاه شامیرزا در مسیر شبرغان بلخ سازماندهی نمودند. در این نبرد به اعضای گروه طالبان و همچنان نیروهای خیزش مردمی تلفات وارد شدند. آمر امنیت فرماندهی پلیس جوزجان میگوید در پاسگاهی که هدف حمله طالبان قرار گرفت، 7 نیروی خیزش مردمی ایفای وظیفه می نمودند که 2 تن آنان در درگیری با مهاجمان جان باختند. به گفته او، طالبان 3 کشته و 2 زخمی دارند و با رسیدن نیروی کمکی طالبان از محل متواری شدند. یک حمله تهاجمی خطرناک در بالای پسته مسیر شاهراه مبنام شامیرزا در ساحه ولسوالی خانخواه واقع دارد. حمله بسیار تهاجمی و گسترده ای را آغاز کردند که در این پوسته به تعداد 7 نفر از هواداران شایسته باز ناصری مبنی بر حذف نام آقای ناصری دست به اعتراض زده و دروازه کمیسیون انتخابات کندوز را بستند. معترضان حذف نام آقای ناصری را از فهرست نهایی نامزدان شورای ملی سلیقه‌ای دانسته، با برپا کردن یک چادر تحصن در برابر کمیسیون انتخابات خواهان گنجانیدن نام او در فهرست نهایی شدند. صدها تن هواداران شایسته باز ناصری نماینده مردم کندوز در پارلمان و نامزد وکیل مجلس نمایندگان از این ولایت مبنی بر حذف نام آقای ناصری از فهرست نهایی کاندیدای مجلس نمایندگان دست به اعتراض زده، با برپا کردن چادر تحصن در درب کمیسیون انتخابات دروازه کمیسیون را بستند. من راغلی او ده دروازه د ریاست کمیسیون انتخابات دو کندوز هم بند کړی ده، تر هغې پورې چې موږ ته مثبت جواب دا کمیسیون رانه کی او کمیسیون د کندوز او کمیسیون د مرکز، موږ تر هغې پورې خپل مظاهره ته ادامه ورکوو. اوس هم سبا به حضرها او نور به م راټول سو، او د کابل کندوز لاره به بنده وو، د تخار و بدخشان لاره به کندوز سره بنده وو. کمیسیون را بسته کردیم و احیانا اگر کمیسیون باز میشه ما اینجا خیمه میزنیم، خیمه تحسین میزنیم، اینجا ما هستیم، همین برنامه خود مظاهره خود ما ادامه میتیم. معترضان نیز خواهان گنجاندن نام آقای ناصری در فهرست نهایی اند و هشدار میدهند در صورتی که به خواستههایشان رسیدگی نشود، جاده عمومی کندوز تخار و کندوز کابل را بر روی رفت و آمد خواهند بست. تر هغه پورې به دا مبارزه کوو چې تی له دې لیسته نه وتلی او دی بیرته شامل د انتخاباتو نیسي. تر مرګه پورې به موږ دا مظاهره کوو او دا لارې به م بندوو، او هغه ارزوګانې چې د موږ دي دا چې څو فراهم نیسي موږ به دا جریان لري. چې دره نه میخواهیم کاندیدا را که حذف کده ای سلیقهیي میباشه، فقط تو وکیل خود انتخاب کردیم، وکیل دیگه م انتخاب میکنیم. حذف وکیل صاحب شایسته باز ناصری غیر قانونی است. ما به گفته هواداران این کاندید، آقای ناصری به دلیل غصب زمین بدون اطلاع قبلی از فهرست نهایی حذف شده است. معترضان میگویند وکیل آنان قاسم نیست و با خانوادهش دعوای حقوقی بر سر میراث پدری دارد و باید در فهرست نهایی گنجانده شود. همکار ماشاپور فرهمند به یکی از شفاخانه های دشت برچی رفته و آخرین جزئیات را در مورد وضعیت افرادی که حالا در رویداد 4 عصر امروز کشته و زخمی شدن با ما شریک می سازن. شاپور سلام، آخرین جزئیات از چه قرار است؟ بفرما. حمله که در دشت برچی صورت گرفت، یک حمله بوده که در یکی از کورس‌های آموزشی صورت گرفته که شمار زیادی از
دانش آموزان مصروف آموزش بودند که حمله انتحاری صورت میگیره. هم اکنون ما در یکی از شفاخانه های دشت برچی به نام شفاخانه تانگتل قرار داریم که بر بنیاد گفته های مسئولان صحی 10 شهید و 6 زخمی را به این مرکز صحی انتقال دادن که گفته میشه دیگه این شفاخانه گنجایش پذیرش زخمی و جان باخته ها را نداره و به می دلیل کوشش میشه که این زخمی ها را به جای دیگه انتقال بدن. از عمق رویداد گونه ای که معلوم میشه رویداد خیلی تکان دهنده بوده، آمار زخمی ها و کشته شده ها بیشتر است، اما مسئولان امنیتی تا هنوز حاضر نشدند که بر رسانه ها آمار دقیق از این رویداد را شریک بسازند. اما گفته میشه که امی اکنون هم که در شفاخانه ما قرار داریم زخمی ها و جسد های از این حمله را در حال انتقال دادن هستند، میارن لحظه به لحظه امبولانس ها زخمی ها را انتقال میتن که ظاهرا نشانه ای است که تلفات و آمار در رویداد خیلی زیاد است. اما اکنون جاده ها در از مسیر جاده ها با تحت شدید تدابیر شدید امنیتی قرار داره و می اکنون هم بستگان از در حال انتقال اجساد هستند، از این شفاخانه بیرون میکشند و قسمی که دیده میشه زخمی هایی هم که در اینجا آورده شدن، این زخمی ها در حال بسیار جان باختن و این جسد هایشان انتقال میتن به محلی که باید دفن شود. مسئولان صحی در اینجا میگن که گنجایش پذیرش دیگه مویداد ندارن. هم دیده میشه که بسیاری از بستگان قربانیان حتی حالت خوبی هم ندارن و اینا هر لحظه کوشش میکنن که در حال جسد هایشان را پیدا کنن و ببینن که کی از بستگانشان در این رویداد قربانی شده و یا هم زخمی شده. بسیاری از کسایی که بستگانشان اینجا هستند در محل حضور دارن و کوشش میکنن که اقاربشان که در این رویداد زخمی و یا کشته شده او را شناسایی بکنن و با خود ببرنشان. همین یکی هم که دیده میشه بسیاری از مسئولان صحی در بیمارستان به ما گفتن که دیگر گنجایش پذیرش را ندارن و می اکنون تنها این مرکز صحی نه، در بسیاری از مرکزهای صحی که در نزدیکی رویداد قرار داره ده ها جسد و ده ها شهید در اوجا انتقال یافته که در حال امبولانس ها هم اکنون هم در حال انتقال دادن زخمی ها و اجساد از محل رویداد هستند. شاپور، آنچنانی که سمیرا از شاهدان نقل قول کرد، گفته شده که 30 تن حداقل در این رویداد شهید شدن و یا هم جان باختن. آیا تانیستی با کسی از گواهان رویداد که زخمی را انتقال داده باشه روبرو شوی و اطلاعات ازش دریافت کنی؟ اطلاعات متفاوت میتن گواهان رویداد، اما منابع رسمی تایید نمیکنن. آن چیزی که از محل رویداد پیدا است بالاتر از آن چیزی است که همکار ما پیشتر گزارشانه. آمار رویداد بیشتر از 30 تن یا 30 تن هم است. اینجا دیما چه قسمی که از محل رویداد مشاهده کردیم هم فاجعه بسیار زیاد است. در محلی که انفجار صورت انتحاری صورت گرفته نزدیک به 300 جوان مصروف آموزش بودند که گفته میشه بسیاری از اینا از محل حادثه سالم بیرون نشده، این بسیارشان زخمی شده و بسیار دیگه شان هم جان باخته. اما تا هنوز منابع رسمی حاضر نشدن که به آمار دقیق از کشته و یا زخمی های ایرادات را با ما شریک بسازند، اما آمار تلفات باز هم تاکید میکنم که بیشتر است. ممنونت شاپور، جزئیات را بعدا از خودت خواهیم داشت. شاپور فرهمن بود که جزئیات در مورد حمله عصر امروز بر یک مرکز آموزشی در دشت برچی کابل با ما و شما شریک می‌ساخت. آنچنانی که شاپور گفت، آمار تلفات بیشتر از آنچه هست که شاهدان شریک ساختن، یعنی بیشتر از 30 تن و تعداد زخمی ها هم تا هنوز مشخص نیست و مسئولان امنیتی هم تا حالا در مورد اظهار نظر نکردن. برای جزئیات بیشتر با آریانا و آریانا نیوز همچنان باشین در ادامه. معترضان در ولایت لوگر درب کمیسیون انتخابات را بستند. حامیان اکبر استانگزی نماینده برحال مجلس در واکنش به حذف نام وی از فهرست نامزدان پس از بستن درب کمیسیون انتخابات در مقابل آن خیمه تحسن برپا کردند. حامیان استانگزی میگویند که وی به خاطر معامله های سیاسی از فهرست بیرون کشیده شده و کمیسیون شکایت های انتخاباتی هیچ نوع مدرکی مبنی بر مجرم ثابت شدن وی ندارد. معترضان شعار مرگ بر کمیسیون انتخابات سر داده و از ادامه اعتراض های خود تا شامل شدن دوباره آقای استانگزی در فهرست نامزدان سخن می زنند. هواداران یک نامزد در ولایت ننگرهار با برافراشتن خیمه تحسن درب کمیسیون انتخابات آن ولایت را بستند. آنان تاکید می کنند که نام جاوید زمان نامزد حذف شده باید دوباره به فهرست شامل شود.
جاوید زمان عضو پیشین شورای ولایتی این ولایت و نامزد مجلس نمایندگان نیز بود. وی از سوی کمیسیون شکایت های انتخاباتی از فهرست نهایی حذف شد. هوادارانش امروز در ولایت ننگرهار در برابر درب کمیسیون انتخابات این ولایت خیمه برافراشتند و درب کمیسیون را بستند. غاصب نده، قاتل نده، زورواکی نده، څوک په سفیر نده وهله. منګه د حکومت نه غوښتنه ده چې دا داغ دې په لګولې ده، د دې پوښتنه در نه کوو. دا جرم په ثابت کا. ته څنګه حکومت یې زه چغې درته وایم چې دا چا داغ ورباندې لګولې ده، دا راوله اوس په خوڅه ننوتی دی. د کمیسیون د رئیس نه دې منګه دا غوښتنه ده چې دا دې بېرته خپل لس ته وخېژول شي. کنې دغه ټول ولس فریاد کوي، دا ټول ولس دا ولس ته دې وګوري دا خلک چې دا ولې داسې دا راټول شوي، دا خلک دا هسې راټول شوي دي. که یو ظالم سړی وي، د ظالم سړي مقابل پسې څوک نه راټولېږي، هیڅوک هم ورته نه راځي. خو چې دا مخلوق راغلی دی، د دې ټولو زړه درد کوي، دا ټول خفه کېږي په جاوید زمان باندې چې جاوید زمان هیڅ چاته نقصان نه دی رسولی. خو موږ غواړو د خپل رئیس جمهور نه چې تاسې کار وکړه، حق عدالت له ورکړه، او که عدالت له دې ورنه کړو آینده کې په موږ باندې بیا مه نیازېږه. ستا خپل کار او زموږ خپل کار. آنان هشدار می دهند که اگر حق جاوید زمان برایش داده نشود، بزرگراه کابل جلال آباد و تورخم جلال آباد را می بندند. من دی خپل حکومت نه، من دی رئیس کمیسیون نه دا خواست کو چې جاوید زمان بیرته لیست داخل کی، او که چیرته داخل نکی من به دی کابل لوی لار او دی ننګرهار دی جلال آباد تورخم لار دا دواړه لارې من بندې کو، او من خپل هغه ته ادامه ورکو مظاهره ته. من تا خپل سړی تور او سپین وخیا، که تورې چې در روان شو، که سپینې اوس رته په لیس کې واچوه، سبا ته به د قصر په دروازه کې د چمتلي 8000 کورنۍ خیمې وایي، او دا ځای به دې ورونه ته پاتې. جاوید زمان نامزد حذف شده از فهرست نهایی میگوید که به دلیل قبول نکردن خواست برخی افراد از فهرست نهایی حذف شده است. په ځینو ځایونو کې ما نه ډالر هم غوښتل شول، خو هغه ډالر ما د چا نه دی راټول کړي چې زه یې دوی ته ورکړم. نو دوی چې دی اوس فکر کوم څوک هند ته تلل غواړي، څوک چیرته تلل غواړي، نو نور د ولس خواښه څنګه چې دوی پریکړه کوي. زه د دوی نماینده یم. ما به یا د دې ځنه اخلي ما بس ته به مې وړي، او یا به مې توروي یا به مې سپینوي. څه چې استلامونه شوي هغه ټول پاک جوړ شوي دي. وای اسناد را نیز ارائه میکند که کمیسیون انتخابات وای را از تمام مسائل خلاف ورزی مبرا دانسته است. پیش از این کمیسیون شکایت های انتخاباتی گفته است که تصمیمشان نهایی است و اعتراض نامزدان حذف شده تغییر در فهرست نخواهد آورد. به هدف جلوگیری از گشت و گذار موترهای شیشه سیاه، موترسایکل های بدون اسناد و افراد مسلح غیر مسئول در شهر سرپل، ایست های بازرسی از سوی پلیس ایجاد شده است. مسئولان امنیتی سرپل میگویند که در مرکز شهر با ایجاد 17 ایست بازرسی در صدد تامین امنیت بهترند. سرپل از سوی مسئولان امنیتی ایست های بازرسی ایجاد شده است. نیروهای امنیتی بر همکاری مردم با پلیس جهت تامین امنیت بهتر تاکید دارند. ما تدابیر امنیتی خود داریم با ارتفاع و مرگان های امنیتی. بلک شما میکردنان هستیم که جده شدیم پرسنل ما توجیب هست. بازای امنیت تامین است. همیشه با پلیس خود همکار بودن هستن و ازشان خواهش داریم که همیشه همکاری کنند و با پلیسشان داشته باشند. اینا ما به خاطر عزیز که از سلاح‌های غیر قانونی موترهای شیشه سیاه و انتحار و انفجار خواست ما از مردم شریف ولایت سر پلیس که با نیروهای خود هماهنگی داشته باشند. شماری از باشندگان سرپل از ایجاد ایست های بازرسی در این شهر استقبال نموده، برخورد جدی مسئولان امنیتی را در کاهش جرایم جنایی اثرگذار می دانند. همین نیروهایی که شب و روز در خدمت مردم است، تشکیلش کم است، تشکیلش زیاد کنه. دیگه همین تنگ و مهماتی که دسترس چاره هست همینا رو زیادتر کنه. با این حال فرمانده پلیس سرپل تاکید دارد به هیچ کس حتی پلیس های محلی و خیزش های مردمی اجازه نمیدهند که با لباس شخصی با سلاح و موترسیکل داخل شهر گشت و گذار کنند.
دغه فعلی حالات په شهر کې تاسو مطالعه کوي، دا د دغو حالاتو په خاطر دی چې موږ وکولی شو د خلکو هغه تشویشونه چې هغه د تورې شو په هکله دي، هغه د ګشت و ګذار په هکله دي، هغه د یا غیر مسؤول کسان چې په دغه نامه یادیږي، موږ حتی د محلي پولیسو په هکله باندې هم بندیز لګولی دی په شهر کې، چې حتی زموږ محلي پولیس هم نشي کولی په شخصي لباس کې دی په شهر کې ګشت و ګذار وکړي. موږ حتی په امنیتي ځواکو باندې هم د ګشت و ګذار بندیز لګولی دی. ایست های بازرسی به هدف کاهش تهدید طالبان در مرکز و ولسوالی های سرپل در حال ایجاد شده که منابع میگویند طالبان آمادگی عمله بر برخی نقاط این ولایت را گرفته اند و مردم بر راه اندازی عملیات های وسیع در بخش های زیر تهدید در سرپل تاکید دارند. مسئولان نخستین شرکت دولتی ازبکستان به بلخ سفر کرده و با شماری از بازرگانان این ولایت روی استحکام روابط اقتصادی افغانستان و ازبکستان دیدار و گفتگو نمودند. در یک سال گذشته روابط اقتصادی ازبکستان و افغانستان بهبود یافته و کشور ازبکستان سهولت بیشتر برای بازرگانان افغان فراهم ساخته است. توصیه دادن روابط اقتصادی تجارتی بین جمهوری ازبکستان و جمهوری اسلامی افغانستان و چطوری که شما در جریان هستین، فعلا خیلی روابط بین دو کشور به طور حسنه پیش میره و میخواستیم از چشم بد دور باشه و این روابط ما بازم بیشتر و خوبتر شوه. در همین حال مسئولان نخستین شرکت دولتی ازبکستان در سفر به ولایت بلخ با شمار از بازرگانان افغان دیدار و گفتگو نمودند. مسئولان این شرکت میگویند به همکاری بیشتر با بازرگانان بلخ در زمینه صادرات و واردات کالاهای تجاری متحدند. اوچاشون حقیقتا بر تاریخ اوچاشون چه بولده که بندن که گن برای علاقمندی مردم و بازرگانان افغانستان جهت سفر به ازبکستان بیشتر شده. ما خواهان بهتر شدن روابط اقتصادی دو کشور هستیم و با استحکام بیشتر روابط افغانستان و ازبکستان امیدواریم. مسئولان اتاق تجارت بلخ میگویند کاهش مشکلات ترانزیتی از سوی کشور ازبکستان سبب تقویت روابط تجاری افغانستان با دیگر کشورها نیز شده. آنان میگویند بازرگانان افغان با آسانی از طریق ازبکستان و بندر ایرتان بلخ با روسیه، کشورهای آسیای میانه و اروپای شرقی معاملات تجاری انجام میدهند. در بخش ترانزیت که مهمترین برای تاجرای صادرکننده یک مشکل عمده بود که ما نمیتونستیم مقلوم صادری کنیم، که خوشبختانه کمی سهولت ترانزیتی را فعلا کشور دوست ازبکستان فراهم کرده که ما میتونیم تمام تولیدات داخلی خود از طریق خاک ازبکستان به کشورهای آسیای میانه و کشورهای ثلاثه انتقال بدیم و او را صادر کنیم. آسان شدن عقض ویزای ازبکستان، کاهش مشکلات ترانزیتی و فراهمسازی زمین برای بازرگانان افغان جهت سرمایه گذاری و برخی موارد دیگر از جمله سهولت هایی است که کشور ازبکستان برای بازرگانان افغان فراهم ساخته است. تا درود دیگر، بدرود.